خب اینجا هستیم تا برنامه لیزر رو روی سرهنگ انجام بدیم. سرهنگ متاسفانه نیومده و مجبوریم که جای خالی سرهنگ رو لیزر کنیم. بریم ببینیم با هم. من اومدم اینجا واکس کنم چون که الان تابستونه. میخوام برم شنا کنم. برای همه فکر کنم که میخوام مور بزنم که بهتر باشه. فکر کنم آماده باشی نه؟ خب همینجوری که به هستی بخن. اوکی آماده. ترسون دیگه. صبح امید وطن جلوه کن تو منحتن، دیگه طاقت ندارن اونایی که تو غربتن. شنو سوپر سخنم شده سر بیست دهنم، همه ی جان و تنم پسته و آجیل و گز وطنم. آخ وطنم وای وطنم، لندن و اله و تورانتو دیگه شو وطنم. آخ وطنم وای وطنم، آخ وطنم وای وطنم. پشم خیلی مهمه تو زبان فارسی کلا. یعنی چی؟ استفادهای زیادی ازش میشه کرد. مثلا شما میگید پشمام فر، فر میشه. فر مال یه ده میریزه، مال یه ده فر میخوره. یا حتی شاعر میگه پشم من هویدا شد. بله. تو این ترانه سراست بیشتر. ترانه سورا. سورا مال سوراییدن سوراست. درست. شما درست. یه محلی که ترانه سوره ها درش جمع میشن ترانه میگن و میگن ترانه سرا. عجب. پشمات ریخ؟ پشمام ریخ. حتی اون موقع یه تبلیغی هم بود عایق پشم سنگ. بله. میگفت عمو یادگار نمیری تو غار. عایق پشم سنگ چیه؟ اون یعنی یه پشما رو یه طوری سنگیه این پشماش. عمو یادگار مال ایران رادیاتور بود اصلا. راست میگه اون عایق پشسنگ رو بعد این تبلیغ عمو یادگار پشسنگ مگه واقعیه؟ من یادم اون قدیما خونه یکی از بستگانمون میرفتیم، اینا خیلی مهمونی های عجیبی میگرفتن. بعد منم مثلا 7-8 سالم بود، منو میذاشتن دم اجاق گاز، بعد یه مشتی پاچه میدادن، من اینا رو وز میدادم با آتیش، خیلی بوی عالی داشت. اون تنها راهی بود که من اون موقع یادمه که باهاش پشم و وز میدادم. شما پشم فر میدادی خودت؟ وز میدادم فکر کنم. چز؟ فر. پشم و پیل؟ این بله. پیل چیه؟ میگه این قصه دوم. پیل. پیل پیل به انگلیسی یعنی کندن. پشم و پیل اینو انگلیسا آورد، کار انگلیسا بوده. حالا این میگن رفتیم یه مهمونی آقا پشم ریزون بود. باه باه. این یعنی چی؟ این یعنی در توی مهمونی که شما میرخصی کیف میکنی و اینا. قدیما یادت یه مراسمی بود در ایران، مثلا مراسم مردم میرفتن اینا از اون بالا آب میپاشیدن روشون یا مثلا گلاب و اینا میزدن، توی این مراسم تو هوا یه چیزی میزنن که بهش میگن زرنیخ و آهک چه ها میکند، پشم رو از جدا میکند. بله. سیما هستم، حدود 6 ساله که در بایو ویتال مید اسپا مشغول به کار هستم، قسمت دو زمینه پوست
کارای لیزر، واکسینگ و تردینگ رو به عهده دارم. اینجا درست دندست اسکواره، یعنی دندست و یانک هستش، درست قلب تورنتو. مشتری خانم ها قاعدتا زیادتر از آقایون هستن، ولی خب مشتری آقایون هم زیاد هستن، به خصوص برای ابرو و برای واکسینگ بکن، شولدر اند چست. ایران رو در نظر بگیریم، بیشتر چون پوشیده ترن و اینا شاید زیاد اهمیت ندن به اون صورت. اینجا مخصوصا که تابستون میشه خیلی بیشتر لباس های بازتر میپوشن، آقایون مثلا شورت میپوشن، آستین کوتاه، حتی رکابی و اینا. برای اولین بار قاعدتا همه دردشون میگیره، ولی خب به حال که اهمیت میدن به تمیز بودن و زیبایی. ایرونی ها وقتی میان خارج از کشور خیلی خرج پشماشون میکنن که از بین بره. ترانزیت. امروز ساشا یک از مشتری های قدیمی بایو ویتا میدسپا هستش که حدود 3-4 ساله که مرتب میاد اینجا، هر دو هفته یه بار برای ابروهاش و هر 40 روز یه دفعه هم برای واکسینگ چست اند بکش. مشتری هایی که اینجا من برهنشون دیدم وقتی بیرون میبینم هیچ تفاوتی نداره برای من، چون اصلا بهشون فکر نمی کنم اینقدر این مسئله عادی شده. اینکه لیزر دائمی دیگه از بین میره، ولی واکسینگ همچون ادامه داره تمامه، یعنی هر دوتایش پین داره، پین دردشون درد دارن ولی مختلفن، ولی واکسینگ ها تمام زندگیشون باید هی بیان پینه رو بکشن، ولی لیزر بالاخره یه سال تموم میشه میره دیگه. به هر حال که قیمت لیزر بالاتر از قیمت واکسینگه، بعضیا خب به هر حال بودجهشون نمیرسه واکس رو ترجیح میدن. و مسئله دیگه لیزر برای تابستون نمیکنن یوزوالی، به خاطر سان دمیج. در تابستون بیشتر مردم واکس میکنن تا لیزر. نمیدونم الان وقتی که ایران زندگی میکنه فکر میکنه همه ایرانی ها پشمالو هم، ولی از وقتی که اومدیم اینجا رو باز کردیم از بقیه کشورها، مخصوصا کشورهای عربی، در پرتغالی، ایتالیان، اسپانیش، اونا میان خیلی از ایرانی ها بیشتر مو دارن، پشمالو تر. و ایرانی ها جزء رده اول هم همچین نیستن. راجع به همه چی حرف میزنیم، صحبت میکنیم، از خود وکس شروع میکنیم تا به سیاست و هوا. تا حالا به این فکر کردین که در روز ما چقدر با پشم سر و کار داریم؟ کلاهی که سرمونه، لباس تنمون، فرش زیر پامون، پشم اونقدر مهمه که حیوانی مثل گوسفند رو بر اساس پشمش طبقه بندی میکنن. پشم مرینوس، پشم همشایر، پشم آکسفورد که البته فقط برای فوق لیسانس به بالاست. با این حال معمولا کسی اونقدر پشمو جدی نمیگیره، بیشتر آدما به پشمشونه. مثلا از یکی که میخواد مهاجرت کنه بپرسی چقدر خودتو برای مسائل پشمی بعد از مهاجرت آماده کردی، احتمالا میگه هیچی. مورد داشتیم این سوالو شنیده پشماش فر خورده، گفته مگه باید به اینم فکر کنیم؟ بعد پاش رسیده خارج دیده آره باید به اینم فکر میکرده، اونجا بوده که کلن پشماش ریخته. شما اگه بخوایم چنین اتفاقی نیفته باید پی این مسائل رو به پشمتون، به تنتون بمالید. مردای خوشتیپ تو ولایت ما یقه رو تا دسته باز میذاشتن، پشمای سینه رو فر میدادن، یه گردنبند طلا هم روش و یا علی مدد، مشتری هم زیاد بود. این ور دنیا اما نیاز بازار متفاوته. من نمیدونم چه سریه که مردم مناطق گرمسیر اکثرا پشمالو هن، اما آدم های مناطق سرسیر و قطبی بلوند و بلوری. فکر کنم دوربین مخفیه، ولی برای یه عده اصلا اینطور نیست، خیلی جدی میگیرن قضیه رو. همینه که سالی چند میلیون دلار خرج پشم نداشتن مردم میشه، از لیزر، وکس، اپیلاسیون، لباسایی که پشمو نشون نده، همه این کارا رو میکنن، اما اولین باد پاییز که میرسه همشون دم گنجه دنبال کلاه نمدی و لباس یقه اسکی هن. کلن هر پشمی خوبه غیر از پشم خدا آدم. ترانزیت رو در مجموعه تیتر ببینید. موسیقی
فریه حسنیانی هستم. 25 ساله تو کانادا هستم. تیچر بودم برای منیکیور پدیکیور واکسینگ. بیوتی خیلی دوست داشتم. یه زمان یه طوری شده که آقایونم خیلی به خودشون میرسن. بعد خیلی میان برای واکسینگ ابرو، بعد لیزر میان. من لیزر رو پیشنهاد میدم چون خودم خب لیزر انجام دادم برای خودم و خیلی هم هپی هستم. پوست صاف، خشک ندارین، دارک اسپات ندارین. چون اینا رو ما از وکس میگیریم و وکس که پوستو میکشه خب پوست شل میشه. خیلی چیزا اتفاق میفته، خیلی چیزای باحال جالب. یه مشتری داشتم، پسر جوانی بود، 20 سالش بود، اومده بود برای وکس. واقعا مو داشت، واقعا خیلی، ولی واقعا من همچین، چون اون زمان لیزرمون من لیزرهای قدیمی بود، لیرا اصلا، یعنی کولینگ نداشت، کولینگ سیستمش. بعد کار میکردیم روش، واقعا خیلی قوی بود، ولی قرمز قرمز، ولی واقعا سشناشو تموم کرد و رفت خیلی هپی. یعنی دیگه خیلی پسر به این قوی ندیده بودم، چون آقایون خیلی درد دارن واقعا، و چون آقایون درد رو زیاد تحمل ندارن نسبت به خانم. خیلی من بعضی موقع پیشنهاد میکنم بهشون که وقتی میان که یه قرص ادویل بخورن یا یه الکل یا شراب یه چیزی بخورن که ریلکس باشن. ترانزیت. ایرانی ها وقتی که میان اینجا ببینید پدیکیور دوست ندارن، چون فکر میکنن یه کار شخصیتت میاد پایین انجام بدن، در صورتی که این یه پکیج با که باید همه چیز ما انجام بدیم و پدیکیور پا جزوی از بدنه و دست جزوی از بدنه، چشم جزوی از بدنه. ایرانی ها متاسفانه این کار رو زیاد فکر میکنن که خب ارزش، چون ما تو ایران همش پادشاهی زندگی کردن، یعنی اینجوری هم میتونه آدم تصور بکنه که بعد به خاطر همین که فکر میکنن که آه من این کارو بکنم، در صورتی که یک استاتیشن خوب باید از اول باید از پدیکیور شروع کنه. رابطه پشم با مهاجرت سوال خوبی اتفاقا. اگه اینو خیلی فکر بکنی، چون سوال جالبیه اتفاقا. میدلیستا خیلی خوب پرموان. من یادم خب اون حمامای عمومی بودن که خیلی خودم خیلی تو شهرستان بودیم، خیلی دوست داشتم با مادرم میرفتم. بعد یه قسمت داشت یه اتاق بود مخصوص که میرفتن اونجا واجبی میذاشتن. بعد خب منم سنم کم بودیم، گفتم خب چرا حالا میرن اون پشت؟ من یواشکی میرفتم نگاه میکردم میرن چیکار میکنن. بعد میبینم به مانم میکنم خب منم میتونم اینو استفاده بکنم. گفت نه بچه خب این میسوزونی، نه دست نزن. ولی اتفاقا چیز جالبی بود، جالبیه. یه چیزی که برام خیلی جالب بود، یکی از ایرانی ها واقعا اومده بود که اینجا واجبیش هم با خودش آورده بود. من محمد علی سیاوشان هستم، 2 سال از ایران اومدم. ارشد اسکندری هستم، 20 سالمه، 2 سال اومدم به کانادا. من شادی هستم. فرمان من یه خاطره دارم، داشتیم مسافرتی میرفتیم، بعد دیدم خیلی ماشاءالله پشم زیاد، شروع کردم به زدن یه چهار راه این برزدم، یه چهار راه این بر موزرم از دستم افتاد شکست. چشت روز بعد نه اینو بگم تیغ گرفتم همه رو از ته زدم. آخ مسافرت یک کوفتم شد، مام در اومده بود پام پر جوش دیگه. اون برنامه نشد. شد خب. وقتی که یه مردی میری باش دیت نشستی داری غذا میخوری توی رستوران یا توی بار مشروب میخوری، آیا هیچ وقت دستشو نگاه میکنی ببینی مو داره یا نه، یا اصلا توجه نمیکنی؟ نه توجه نمیکنم. من میرم سر دست و سیبیل اولین چیزایی که همیشه دقیقا همین چیزایی که دور چشت میاد همین چیزا، نمیتونیم
اصلا تمرکزت بیا برامون چک میکنیم که همچین چیزی داره دختر مثلا این نداره به این جور دیت دیتو مثلا ما به محله دو محله دو دیت چیه؟ دیگه حالا بمونه پشمای سینما من با موزر با ماشین میزنم و همینطور پاهامو کوتاه میکنم. خب برای چی اون وقت این کارو میکنی؟ آیا بها عضله ها بیشتر خودشونو نشون میدن در بدن؟ کدوم عضله؟ اون عضله رو اگر نشون بده این بگم دیگه دختر رو بیشتر اینجا دوست ندارن. خانوم میگه دوست ندارم زشته برای من چیزه اشته میگه نه زشت. پشت برای زن خوبه. من خودم با پشت مسئله ندارم. نکنم. من خودم با پشت مسئله ندارم ولی دیگه خانوم میگن و من باید گوش بدیم. گوش بدید. مردا خوب پشمال باشم. نه اینکه پشمالی باشم ولی خب اینکه سیقل و صاف و اینا نه. در این حد خوبه؟ اونو دیگه خانوم باید بگم. من نمیتونم نظر بدم. من توی تهرانم دیده بودم که یه سری از دوستام شیو میکردم. دهه 70 یا بیشتر این اتفاق واسش میافتاد، دهه 60 یا 60 باز طرز فکرشون یه جور دیگه بود، دهه 70 یه جور دیگه. تنها شما دهه 70 دیگه همش میخوان ابرو بردارن، میخوان لیزر کنن یا از این کارا مثلا شیو کنن. من 100 درصد موافقم که مو نباشه برای خانوما. نه برای آقایون چرا امشب اگر یه خانم دیتون در جریان نه آخه حرف خانوما بود فکرم قراره خیلی فرق نمیکنه آخه اونقدر بیگ دیل نیست به قول معروف. حالا خب ترجیح هم اینه که والا یه ذره مردونگی باشه. مردونگی باشه. پشم ایرانی خود را در بایو وایتال از بین ببرید. یالو کوپال جزو پشم حساب نمیشه؟ یالو کوپال از جهت شیر؟ کوپال از هند اومده. کوپال اسپانیش میخواده باشه. حالت فلامینگو که گوپال ایران رادیاتور اصلا رقیبی هم داشت؟ همین آیق پشت سنگ بود دیگه. ولی نظر سرهنگ چه میتونه باشه در باره پشم؟ همه یه جان و تنم، پسته و آجیل و گز وطنم، آی وطنم، آی وطنم.